سلام به شما دوستان عزیز و هموطنان و همزبانانی که این برنامه رو در گوشه و کنار دنیا میبینید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. در این برنامه من و شما به این سو و آن سوی دهکده جهانی می رویم و با هم نگاه می کنیم به مطالب، رویدادها و موضوعهایی که در صدر اخبار دنیا قرار دارن یا به نوعی برای من و شما مطرح بودن و یا در رابطه با ایران و ایرانیان است و به نحوی به زندگی من و شما در این سو و آن سو مربوط می شود. در برنامه گذشته گفتگوی من با خادمه پروانه بهار، دختر زنده یاد ملک و شعرای بهار رو دیدید که خوشبختانه مورد توجه بسیاری از شما دوستان عزیز قرار گرفت. در این گفتگو خانم بهار از سرگذشت خودش به عنوان همسر یک دیپلمات ایرانی در واشنگتن سخن گفت و چگونگی تحصیل و درس خوندن یواشکی خودش رو به دور از چشم همسر که شدیداً با این ام مخالف بود شرح داد. و اکنون به بقیه صحبت‌های جالب این بانوی مصمم، پر استقامت و فرهیخته ایرانی نگاه می‌کنیم. از کسانی که در جنبش زنان آمریکا بودن شما با چه کسانی همکاری کردید و مثل اینکه شما به نوعی هم در همکاری با مارتین لوتر کینگ بودین و در اون رژه معروف شرکت داشتید، چه جور شد که شما به این جنبش راه پیدا کردید و فعالیت کردید؟ به زنان که خب من با سران زنان بریم که این واقعا جنبش دوم زنای امریکا بود برای آزادی کامل، برای اینکه اولش که برای رأی دادن بود که زن حتی رأی نمیداد، ولی این دوم برای واقعا برابری با زن و مرد بود و با اونا پیوستم و با بتی فریدمن و گلوری استاینم که تنها کسی که از اون جمعیت زنده هنوز هست. گلوری استاینمی که از من کوچیکتره ولی نه خیلی، میشد 4-5 سال کوچیک، با بلا ابزور و شلی شیزم که اولین زن سیاه پوست آمریکا بود که در مجلس انتخاب شد. اینا رؤسا بودن و من و بقیه زنا با اینها همکاری داشتیم تا اینکه بالاخره نشنل وومن ارگانیزیشن برپا شد. ولی به اینجا رسیدیم که من، یعنی خودم به شخصا و 10 تا زن دیگه، تا زن حقوق سیاسی نداشته باشه، تا زن نتونی در تصمیم گیری شرکت بکنه، زن بازم تو سرخوره جامعه است. پس به این صورت من و 71 زن دیگر که من تنها ایمیگرنتش بودم، ما این دوخ درست کردیم و من واقعا افتخار زندگی می که این کار کردم. ما 72 زن در تمام امریکا نشنل ویمن پولیتیکال کاکوس، یعنی برای ورود زن به سیاست و تصمیم گیری کار کردیم. و در همون سال 1972 که این جنبش و این چیز، این حزب به وجود آمد، زن فقط 1% در سیاست امریکا شرکت می‌کرد. همون سال پرید به 14% و الان زن ممکنه، امیدوارم که رئیس جمهور آینده ما زن باشه. حالا برای سیاه‌ها چطور؟ من بازم باور نمی‌کردم که آمریکا اینطور وحشیانه به سیاه پوستا اهانت میکنه. تا اینکه یه مسافرت خیلی کوچیکی در همون 1950 دهه 50 به فلوریدا کردم با شوهرم و پسری کوچیکم، مثلا بود 3 سالش یا 3 سال نیمش 4 سالش. شما تمام این کارها رو در کنار ایفای نقش زنانه خودتون در خانواده، بچه داری و شوهر داری و اینا، تمام اینا رو همه رو میکردم و بعد از اون چون چاره دیگه نداشتم، بچه داشتم، شوهر داشتم و شوهرم هم نماینده نه تنها ایران بود، نماینده 14 مملکت گروپ بود در یونایتد نیشن و مجبور بودم که مرتب یکی از هوستس های واشنگتن بودم. من دیگه همه این کارا رو میکردم و در ضمنم مثل کسی که میدونین وقتی در شما یک وجود، یک چیزی وجود داره، نمیتونین دنبالش نرین. این
این آتشی که توی آتش. من بود برای انسانها، آزادی انسانها، اول باید خودم ثابت کنم که من آزادم، بعد برم کمک کنم که دیگران را آزاد کنم. این همیشه تو دلم بود. و بعد که رفتم به فلوریدا، پسر من رنگ زیتونی داره، از من یه خود سیاه‌تره و تو آفتاب هم نشسته بود، به کلی سیاه شده بود. من نشستم دو هتل بودیم، نشستم کتاب میخوندم و این بچم توی آب بازی میکرد. یک مرتبه دیدم رئیس هتل سوت میکشه، get the nigger out of water، یعنی این بچه سیاه بدبخت رو بکشین از آب بیرون، چون حق نداشتیم که سیاه با سفید در یه جا شنا بکنه. وقتی که من بلند شدم و این اهانت رو جواب دادم و اون نگاه کرد، من دید که نه، من یه زن سفید پوستم و پسرم به خاطر آفتاب سیاه شده. این خیلی به من برخورد، از لحاظ انسانیت به من برخورد. و بعد اتوبوسای جنوب سیاه های بدبخت پشت میشستن، سفید ها جلو میشستن، آبی که باید مثلا بخورن اونجا تو خیابون اجازه نداشتن برن تو کافه بشینن، اجازه نداشتن تو هر رستورانی برن. یعنی خیلی برای من عجیب بود. من فکر میکردم آمریکا ایدئالی برای آزادی و بعد دیدم که نه، نیست. پس دوباره یک دون کار دیگهی که شروع کردم اینه که به سیویل رایت موومنت پیوستم و مرتب حالا کارم این بود که هر وقت که پیدا وقت پیدا میکردم باید میرفتم به آمریکایی، به انگلیسی میگن consciousness raising، برای هم خانم ها بله. که فقط شما ها لیاقت این ندارین که بمونین خونه رو به انار درست کنین، بله. کارهای دیگه از شما ها برمیاد، بله. یا سیاه ها که شما ها برابرین با سفید ها، باید بیان از خونتون بیرون و بله. حق خودتون رو بگیرین. پس در این صورت من وقتی که مارتین لوتر کینگ اعلان کرد که وقتی که برگشت از اسلو، اعلان کرد یعنی دو ماه قبل از این که برگرده که رفته بود جایزه صلح رو بگیره در سال 1964، بله. این آمد و اعلان کردن که از سلما تا آلاباما پیاده روی میکنن و من نتونستم دیگه بشینم تو منزل. با اینکه دو تا بچه‌م داشتم، گفتم به کسی که بچه های من نگه میداشت کمکم میکرد، سیاه پوست بود، پر از طرف جامائیکا، گفتم خوشبختانه شوهرم واشنگتن نبود وگرنه نمیتونستم این یکی رو نمیتونستم قایمکی برم. گفتم که تو میتونی بمونی پیش بچه ها، من باید برم پشت سر مارتین لوتر کینگ راه برم. به من فکر میکردم که اینقدر ناراحت بودم، اگه پدرم زنده بود الان چه کار میکرد؟ 100% پشت مارتین لوتر کینگ راه میرفت. پس در این صورت من، این به من خیلی وحشت کرد، این خانومه که برای من کار میکرد، اسمش بود بلانش، یعنی سفید پوست، ولی بیچاره سیاه پوست بود اینا. ولی این به من گفت پس باید بری منزل دخترموی من باشی اونجا و با اونا بری برای رژیم. و همین کارو من کردم و رفتم به سلما و این خانم منو، خانم سیاه پوست، من را از فرودگاه برداشت و من شب منزل یه خانواده سیاه پوست موندم. خیلی فقیر بودن ولی خیلی تمیز بود خونشون و خیلی باعث افتخارشون بود که منم شرکت میکنم در این چیز. و بعد روز بعد با اتوبوس از نزدیک کلیسا ما همه رفتیم به شهر سلما و مارتین لوتر کینگ تازه برگشته بود از اسلو با جایزه صلح و به ما گفت که برین منزل، شماها کشته خواهین شد. من این زندگی منه، من حاضرم بمیرم ولی در دروغ زندگی نکنم، ولی شماها رو خواهند کشت، پدرتون در میارن، نبونم نیاین با من، من باید برم. هیچ کس تکون نخواد. ما 25,000 نفر بودیم و من فکر میکنم که اون شب یکی دو نفر از سفید پوستان خانم که به سیاها کمک میکردن و اینا رو میبردن میرسوندن از مانتگامری به سلما، هر دوتاشون رو کشتن. اتفاقا الان دارن یه فیلم درست میکنن راجبه یکی از اون خانم ها. و من زن سفید پوست توی اون قسمتی که من با اینا بودم ندیدم. مرد سفید پوست خیلی بود ولی زن سیاه پوست ندید. و منم سفید پوست، تنها زنش سفید پوست بودم، ولی چون منم پوستم
زیتونیه و بعدم همش با سیاها بودم، من فکر میکنم من نکشتن برای اینکه من خیال کردن منم سیام فکرم کنم همین این باعث این شد. من فکر نمیکردم که اینقدر آمریکا احمقه که میره زنهای سفیدوز رو میکشه چرا به سیاها کمک میکنی. ولی خب منم میتونستم کشته بشم موشم، نمیدونم چرا از هیچی نمیترسیدم. من اون چیزی که واقعا بهش معتقد بودم رفتم و مقداری زیاد، یعنی اینو میدونین من واقعا تحت اینکه چجوری من بزرگ شدم در ایران که ترس رو شما از بچه میگیرین، برای اینکه در اون وضعی که من بزرگ شدم و اینقدر که پدرم زجر کشید و دیدن پدرم که رو زمین میکشیدنش و به حبس میبردنش برای من یک مسئله بزرگ شد و نتونستم هرگز فراموش کنم. او ایستاد تا دم مرگ، همینطورم مارتین لوتر کینگ ایستاد تا دم مرگ. واقعا ما به شما افتخار میکنیم خانم بهار. شما در خانواده این استقامت رو از نزدیک تجربه کردید و دیدید که به خاطر رسیدن به آرمان متعالی خودتون از همه چی میگذرید. میدونین وقتی که شما درتون این نطفه آزادی کاشته شده، شما نمیتونین برید، این میشه سرنوشت شما. من الانم اگر که واقعا میتونستم بازم الانم ادامه دادم، ولی خب من الان یه زن محسنی هستم و خیلی هم سالم نیستم، ولی واقعا خوشحالم از این که فکرم هیچ وقت نمیکردم که به من جایزه داده بشه و بشناسن مردم منو، ولی این کار هیچ وقت کاری نکردم. اینم که به من شروع کردن الان در این سن تشکر کنن از این کارهایی که من کردم، واقعا این رو یه تشکر میکنم. همینطور از واقعا دانشگاه کالیفرنیا در نورتریچ که به من قدردانی کردن از کارهایی که من برای انسانها کردم. خب اگر انسانی، انسان باید برای انسانها بکنه، وگر نه حیوان هم کوه حیوان هم به فکر خیشه. به هر صورت ما به شما افتخار میکنیم و امیدواریم که همچنان به فعالیت‌های مثمر ثمر خودتون در راه احقاق حقوق بشر و به خصوص زنان ادامه بدید. واقعا نمونه هستید برای تمام زنان ایرانی. متشکرم که شما آمدین اون روز و متشکرم که من دعوت کردین برای اینکه باهاتون صحبت بکنم و خود شما هم یه زن شایسته ای هستین. خواهش میکنم، فقط قول بدین که انشالله در برنامه های دیگه هم بتونیم در خدمتتون باشیم، چون قصه شما انقدر جالبه که در طول یه برنامه نمیگنجه. با کمال میل هر وقت شما خواستین من حاضرم بیام و از کارهایی که کردم و تجربیاتی که دارم بتونم به زنها کمک کنم، همیشه یا به هر انسانی که آزادی نداره. بله. خیلی ممنون و متشکرم. مرسی. Oh.
گذشته در این سو آمریکا یکی از خبرسازترین حوادثی که توجه اکثر رسانه‌های گروهی این کشور را به خودش جلب کرد، حادثه کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست به دست یک افسر پلیس در ایالت کارولینای جنوبی بود. حادثه به این ترتیب بود که افسر پلیس اتومبیل رو به خاطر نقص فنی متوقف میکنه و از راننده که مرد سیاه پوستیست میخواهد که گواهینامه و مدارک مالکیت اتومبیلش رو نشون بده. راننده که به جز گواهینامه هیچ مدرک دیگری با خود نداره، دلیل میآورد که ماشین را تازه خریده. افسر پلیس ظاهراً میپذیرد، اما به راننده تذکر میدهد که از خارج شدن از اتومبیل خودداری کند. اما دقایقی بیش نمی گذرد که راننده در اتومبیل را باز می کند و قصد بیرون آمدن دارد، ولی دوباره در را می بندد. این ویدیو که توسط دوربین افسر پلیس که معمولاً بر روی داشبورد ماشین های اونها نصب می شه ضبط شده، به خوبی نشون می ده که بعد از چند دقیقه راننده بناگهان در را باز می کنه و پا به فرار می گذاره. از این صحنه به بعد نه راننده اتومبیل و نه افسر پلیس دیده میشه، اما صداهای زیادی رو میشنویم و بعد صدای چند تیر و بعد سکوت. Okay, let's start with your license. Reason for the stop is your third brake light's out. Okay. Well, I haven't bought it yet. I'm saying I'm about to do that Monday. So you bought it? Drive the car.
So you don't have any paperwork in the glove box? No registration in there? No insurance? He has all that stuff. What is it? Okay. But you're buying this car? Yes, sir. Did you already buy it? No, not yet. I'm about to buy it. Okay, it's a minute ago you told me that you bought it. Well, and you're changing everything over on Monday. Well, I'm sorry about that. They bought it. I'm about to buy it. Okay. All right. I'll be right back with you. I don't know if it was a fight, but it was a tussle. When I came to the corner of the Advance Auto parking lot and saw them, it was a tussle. مهمان امروز برنامه ما آقای دکتر مایکل کید، وکیل دعاوی و افسر پیشین اداره پلیس آمریکا هستند. ایشون همچنین دوست دیرینه هستند که با من در دانشکده حقوق هم کلاس بودن و خوشحالم که دوست عزیزی رو امروز در استودیو داریم. بسیار خوش آمدی مایکل جان. مرسی، خیلی مرسی از دعوتتون. سلام میکنم خدمت شما، عید و تبریک میگم و به بینندگان عزیز تلویزیون. خوش آمدی. موضوع برنامه امروز خشونت در جامعه و به خصوص خشونت در جامعه آمریکاست. و این اتفاقات اخیری که در کارولینای جنوبی افتاده که طی اون یک جوان سیاه پوست به دست یک پلیس در اثر تیراندازی او به قتل رسیده که انتقادات زیادی رو از خشونت پلیس آمریکا برانگیخته و سازمانهای حقوق مدنی به تکاپو افتادن و نگران هستند. نظر شما رو که در دو طرف در دو سوی قضیه بودید، گاه به عنوان افسر پلیس و الان به صورت وکیل مدافع، خواستم ببینم که آیا به نظر شما پروتکل پلیس ایشونو ملزم می‌کرده که این کارو بکنه یا اینکه کار ایشون خشونت بیش از حد پلیس میتونه تلقی بشه؟ با اجازه، من تصمیم گرفتم که در حال حاضر تصمیم نهایی یا جاجمنتی یا قضاوتی روی این یک دونه پرونده به خصوص در حال حاضر نداشته باشم. بله. چون همه اویدنس ها نیست، همه مدارک وجود نداره. اما همین جوری که فکر میکنم شما به جا دارید الان راجع به این مسئله صحبت میکنید، به نظر میاد که وقتی که ویدیو رو نگاه میکنیم پلیس out of protocol بوده. دلیلش هم اینه که طبق دیسیژنی که از یونایتد استیت سوپریم کورت داشتیم در سال 1989، بله، خیلی قبلتر از موقعی که من و شما در لا اسکول بودیم، US سوپریم کورت یعنی دادگاه عالی کشور گفت اگر که پلیس میخواد به کسی که داره فرار میکنه که به نظر میاد توی این پرونده
حداقل توی ویدیو به نظر میاد که این شخص در حالی که داشته فرار میکرده گلوله خورده به پشتش. کسی که داره فرار میکنه پلیس فقط در یک شرایط به خصوص میتونه اونو شوت کنه یا از اسلحه گرم استفاده کنه، که موقعیه که یا خود پلیس در خطره یا شخص دیگری در خطر جنس جسمی قرار گرفته. بنابراین اینجوری که من ویدیو رو دیدم، اون مقداری که من دیدم، باز دوباره میگم من دوست ندارم به این راحتی قضاوت کنم، چون همه موکلای ما هم همینجوری قضاوت میکنن اول کار، بعد نشون میدیم که طرف محکوم نیست. بنابراین یا نیست یا هست. پس بنابراین ولی اگر بخوام توجه هم بذارم رو اون ویدیویی که من دیدم به اضافه اولین ویدیویی که ایشونو استاپ کردن، بله اون ویدیو بسیار جالب بود، چون نظر خیلی ها را عوض کرد. وقتی که ایشون رفت بسیار متین آروم، به هیچ وجه پرجودیس یا تعصبی در اون دیده نمیشد، ایشونو استاپ کرد و ازش مدارکشو خواست که این پروتکل اشکار کالین خواهد عادی. بود که پلیس میدونسته که وقتی که شما وقتی که چراغای اتومبیل پلیس رو روشن میکنین، بلافاصله ویدیو شروع میکنه ریکورد کردن از چند دقیقه قبل. بله. بنابراین به احتمال زیاد این ویدیو از حتی چند دقیقه قبل از اون استاپ هم دارنش، ممکنه بله. حالا هنوز نداده باشن بیرون. بله. پس بنابراین میدونسته که هم صداش داره ضبط میشه هم ویدیوش داره ضبط میشه وقتی که جلوی اتومبیل خودش قرار گرفته. اینه که من فکر میکنم دادستانها اینو استفاده خواهند کرد که بگن بعد از اینکه از توی ویدیو دور شده و صداش دیگه ضبط نمیشده از اون، چون از ماشینم فاصله گرفته، احتمال اینکه حالا راحت تر تونسته اونجوری که دلش خواسته با این مسئله حل روبرو بشه که انجام داده. اما بله اونجوری که شما میگین به نظر من میرسه که اولین استاپ به خاطر این بوده که ایشون چراغ ترمز سومش کار نمیکنه. البته به نظر میاد که اون شخص متاسفانه که فکر میکنم اسمش سکات بود، سکات آقای سکات، حداقل به نظر میاد این کانسیستنت صحبت کرد راجع به بیمه خودش و راجع به اونرشیپ، این که ماشین رو واقعا اون میکنه یا خریده یا نه. اینه که ممکنه یک کمی اینجا و بعد دریز ویدیو وجود داره اون شخص جوانی که اون یکی ویدیو رو گرفته، به نظر میاد که یک کانفرانتیشن با این پلیس وجود داشت. یعنی من به باور من حداقل با هم فیزیکال کانتکت داشتن اینجوری که اول ویدیو میبینیم. بله، چون چند جا چنیدیم که میگفت تیزر تیزر. بله. اینطور که ایشون ادعا کرده گفته تیزر رو از من گرفته و بله. داشت فرار میکرد، ولی خب بازم جاستفای نمیکنه که نه تنها جاستفای نمیکنه، اینجوری که البته اگر اون چیزی که ما شنیدیم یا من دیدم درست باشه، در وهله اول میگه که he grabbed my taser. grab که اتفاقا یکی از موکلین من که ایرانیه باز دوباره از من پرسید که فرقش با took چیه. خب یکیش اینه که برداشته از من، اون یکیش اینه که دستشو گذاشته روش یا فشار داده روش. خیلی فرق میکنه که گرفته بله. باشه واقعا یا خیر، چون اگر فشار داده باشه جون افسر پلیس در خطر خواهد بود یا صدمه شدید بدنی. اما به نظر میاد در زمانی که داشته واقعا میدویده به طرف دیگه‌ای نه به طرف پلیس، فرقش اتفاقا دقیقا با اون کیس ویلسون که اتفاق افتاد قبلا بله. که دیدیم هم دیپارتمنت آف جاستیس هم گراند جوری یا به اصطلاح هیئت منصفه بزرگ بله. هر دو تصمیم گرفتن اون آقا رو محکوم نکنن یا اصلا بله. دادگاهیش نکنن بله. تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.